اهمیت دین در زندگی. واقعیت این است که زندگی ما انسانها را با چالش‌ها، سختی‌ها و انتخاب‌های دشوار غافلگیر نموده است. و این انتخاب درست ماست که سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین می‌نماید و انتخاب نادرست ماست که شقاوت و بدبختی برای ما به ارمغان می‌آورد. لذا جا دارد که با دقت بیشتر بهترین انتخاب‌ها را داشته باشیم. کاروان زندگی با ما یا بدون ما به مسیرش ادامه می‌دهد و برای هیچ کس توقف نمی‌کند و در نهایت هر یک از ما مسئول سرانجام انتخاب‌هایمان خواهیم بود. این چیه؟ مال؟ باید اجازه بدم با ما سوار بشه. آخه با مال هم میتونم هر کاری بکنم. هر چرا که بخوام میتونم به وسیله مال به دست بیارم. بیا سوار شو. همسرم، بیا با من سوار شو. من مال هم با خودم دارم. و بالاخره فرزندان، بیایید همراه من سوار بشید. خیلی وقت بود که منتظرتون بودم. این چیه؟ پست و مقام؟ با پست و مقام میتونم هر کاری بکنم. هر چی را که میخوام میتونم به دست بیارم و در میان مردم مورد احترام باشم. بیا، تو هم بیا. بیا با من سوار شو. وضعیت زندگی همینطور ادامه مییابد تا هر چی را که از دنیا میخواهد انتخاب کند. این چیه؟ دین؟ الان وقتش نیست. برای دین هنوز خیلی زوده. ما فعلا دنیا و خوشیهای اون رو میخواییم. آخه دین ما رو از خوشیهای دنیا محروم میکنه. با التزام به دستورات دین خسته میشیم. از حلال و حرام گرفته تا زکات، از روزه گرفته تا حجاب و غیره. اما میتونم بهت برگردم. بعد از اینکه از دنیا و اسباب راحتی آن لذت بردم، بر میگردم و دین را هم سوار میکنم. سلام علیکم. چی شده؟ سفر برای تو تمام شده. بیا پایین. چیه؟ دین همراهت هست؟ نه، دور نیست. در مسافت کوتاهی قبل از اینجا ولش کردم. اجازه بده برگردم و بیارمش. تو نمیتونی برگردی. سفر تو دیگه تموم شده و برگشتن برای تو غیر ممکنه. اما همراه من تو ماشین مال، پست و مقام، قدرت، فرزندان و سلامتی همه هستن. اینها نمیتونن برای تو کمترین کاری در برابر الله انجام بدن. همه اینها رو ترک خواهی کرد. اینجا فقط دین میتونه به تو کمک کنه که در مسیر جا گذاشتی. برادر، تو کی هستی؟ من مرگ هستم که تو از آن غافل بودی و برای اون آمادگی نداشتی. و زندگی با ما یا بدون ما می گذرد و این غافل برای کسی توقف نمی کند و در نهایت هر یک از ما مسئول پیامدهای انتخابهای من خواهیم بود. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. زمانی که مرگ یکی از آنان فرا می‌رسد، می‌گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردانی تا اینکه کار شایسته‌ای بکنم و فرصت‌هایی را که از دست داده‌ام جبران نمایم. نه، هرگز راه بازگشتی وجود ندارد و این سخنی است که او بر زبان می‌راند. ولی اگر به دنیا برگردد به آن عمل نمی‌کند. در پیش روی ایشان جهان برزخ است تا روزی که برانگیخته می‌شوند.